من میخواستم از شما درخواست کنم، البته صحبتهای بیشتری خواهیم داشت، گفتگوهای بیشتری خواهیم داشت، نظرتون راجع به مقاومت های مدنی که صورت میگیره، که البته وارد شدید، به طور کلی به عنوان یک ایرانی که در درون کشور هستید و بانوی دلاوری هستید که در واقع دارید به استبداد نمیگید، این واقعیت و عامل اصلی رو به نظر میرسه که همین وضعیت موجود میدونید که حق آزادی بیان، حق نشر عقاید، حق اعتراض، حق انتقاد، همه این حقوق رو از مردم گرفته و برای ماندن در قدرت همه گونه غارتگری و فساد رو به خرج میده. مثلا از اون طرف در رادیو و تلویزیون داد میزنن که با اصطلاح مرگ بر آمریکا، از اون آقازاده هاشون رو میفرستن اینجا با پولهای گزاف، دانشگاه های بسیار گرون، خانه های آنچنانی و به اصطلاح در اینجا برای مردم در واقع جهنم با وجود آوردن، اینا رو فرزندان خودشون میفرستن تو بهشت. شما فکر میکنید که به عنوان ایرانی که در درون کشوره، انتظارتون از برون کشور و همچنین از سایر هموطنان درون کشور چی هست؟ مثلا و دوست دارم نظرتون رو راجع به مقاومت های بیانیه 14 و اقداماتی که تو این زمینه داره صورت میگیره بیان کنید. بفرمایید. آقای بن عزیز، من دیگه نه با حاکمان کشورم کاری دارم، نه دیگه براشون حرف و پیغامی دارم که بخوام اطلاع برسونم، ولی از مردم خودم یه چیز رو میخوام، به خصوص از مردهای جامعه ایرانی خودم یه چیز رو میخوام، اینکه نه این حکومت که همه حکومت‌های فاسد خیلی خوب میدونستن چی کار کنن تا بتونن یک کشوری رو یا یک جامعه‌ای رو و یا افکاری رو به تکثیر ذهن‌های ناقص خودشون بیارن. اینطوره که آدم ها رو به جون همدیگه میندازن و بخش عظیمی که من اسمشو میذارم یعنی اون قسمت از جامعه که توانایی پرورش داره و ذهن رو آماده میکنه برای ورود به یک جامعه بزرگتر رو مدام سرکوبش میکنن، مدام تحقیرش میکنن، مدام مثلا با تمام اون چیزایی که خودشون برای خودشون تفسیره و واحد و قانون و جزئی از اختلالات خودشون هست وارد اون پیکره بزرگ میکنن که بخش اعظمی هم هست و هیچ کسی نمیتونه انکارش کنه، زنهای جامعه هستن. یک زن وقتی تحقیر میشه، وقتی مدام تهدید میشه، وقتی مدام داره آزار و اذیت میبینه و اصلا هیچ نوع اجازه پروار شدن ذهنی به این زن داده نمیشه، چطور این زن که توی بطنش حالا پسرها و دخترها رو داره پرورش میده و بعد این پسرها و دخترها وارد جامعه دارن میشن، میتونن مثلا قادر هستن که یک کشور و یک جامعه رو پرورش بدن؟ اعتراض من دیگه الان به هیچ حکومت و هیچ حاکم و هیچ رئیس و هیچ کس دیگه ای نیست، چون میدونم اینا نمیشنم. آدم برای ناشنواها دیگه نمیتونه حرف بزنه. ناشنوا قادر به شنیدن نیست، نابینا قادر به دیدن نیست. تو هر چقدر تلاش کنی برای خودت داری خسته میکنی. ولی میتونم برای مردمم حرف بزنم و بگم که آقایون، شما اونقدری که میتونید یک جامعه رو بزرگ کنید و بخش اعظمش به گردن شما هست، اینه که دیگه اون کاری رو که حاکمانمون میکنن تو شما نکنید. یعنی تحقیر زنها رو دیگه انجام ندید. اینکه مثلا فکر کنین یک زن چه کاری از دستش برمیاد، یا مثلا حالا از الفاظی استفاده کنین یا از نگاه های تحقیرآمیز نگاه کنین، یا مثلا یک دختری رو میبینین که حالا برخلاف اون چیزی که حالا قوانین ناقصش داره اجرا میکنه براش باید حمایت بشه، از طرف من مرد، من زن باید حمایت بشه، نه اینکه مثلا حالا اونم سرکوب بشه. بنابراین وقتی نگاه میکنم میبینم خب نگاه ها باید عوض بشه. نگاه کی؟ نگاه گفتم اون قسمت چیزی رو که من همیشه بهش امید داشتم که یه سیما میکشم بوش، یه گوهت بطنم بوش، یه اصلا دیگه اصلا نمیخوام ببینم، چون اون که اون نمیخواد من ببینه
من نمیخوام ببینمش، ولی این قسمتی که مردم هست اگر اتحاد داشته باشن، زنها و مردها در کنار هم دیگه، فارغ از جنسیت، فارغ از نگاه هایی که قبلا حالا یه شکل هرزگرانه من به زن داشتم، این از بین بره، شکل این که مثلا حالا جنسیتی باشه این از بین بره، شکل این که اون عقلش ناقص‌تر از من این از بین بره، اصلا فکر اینه نکنیم که خب چون اون زن هست نکنیم رو بالاتر از من قرار بگیره، یه چنین چیزی اصلا نیست، ما تکمیل کننده یه هم دیگه هستیم. شکریم. اگر جامعه رو به یه سقوط شده سر اینه که اون زن پرورش دهنده این مرد ها بوده که الان وقتیشون توی مجلس و روی صندلی ها و روی منابع و مخصوص نشستن منابعمون نشستن و دارن قدرت نمایی میکنن، یه زنی بوده که مدام خب شما تصور کنید زنی که مدام تحقیر میشده، تحقیر میشده، کتک میخورده، چی میتونه به این بچه داده باشه که الان اون نشسته سر جایگاه حاکمی که مدام داره سیلی میزنه، مدام داره کشتار میکنه، خب پر از عقده و دردی بوده که منتقل شده بهش. من الان حرفم به اینه که فقط مردم باید با هم دیگه متحد باشن، مردم هم دیگه رو باید دوست داشته باشن، مردم باید کنار هم باشن، پشت هم باشن. و به ویژه مردان و مردان وظیفه، بله به ویژه مردان باید از تمامی حقوق شهروندی زنان که از جمله آزادی پوشش هست، آزادی اختیار شغل هست، باید دفاع بکنن و کنارشون بایستن، چون این نیست که مبارزه برای حقوق زنان مربوط به زنان باشه، این مربوط به تمام جامعه است و تمام جامعه و تمام روشنفکران و مبارزین باید از حقوق شهروندی تک تک افراد صرف نظر از هر نوع وابستگی سیاسی، مذهبی، زبانی، جغرافیایی و حتی جنسیتی در واقع دفاع بکنند. یعنی ایران متعلق به تمام مردم ایرانه، ملک مشاع مردم ایرانه و توسط مردم ایران باید اداره بشه. برای رسیدن به اون روز ما راه درازی البته در پیش داریم، ولی به هر حال پیروزی با مردمی است که متحدن برای استقرار دموکراسی کوشش میکنن و موانعی که جلوی دموکراسی و آزادی خواهی رو گرفته از پیش پا بر میدارن. از شما سپاسگزاری میکنم، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی با هم گفتگو داشته باشیم و بتونیم با همکاری عزیزان برون و درون کشور امر نهادینه شدن دموکراسی در ایران رو و گذار از حاکمیت استبداد به دموکراسی رو با کمترین هزینه انجام بدیم که همانا جنبش پرهیز از خشونت خواهد بود تا جایی که امکان داره. از شما سپاسگزارم. با دوستان عزیز بدرود میگم و بدرود میگم به زهرا بانوی عزیز و امیدوارم که همچنان سرفراز و پویا و با استقامت در راه آزادی های مدنی کوشش کنید. متشکرم، شما خیلی به من لطف دارید. امیدوارم که به زودی ما شاهد یک اصلاحات خیلی بزرگ و بسیار باشیم و دیگه هممون دست از یک خودخواهی این مدلی برداریم که بگیم یکی بیاد نجاتمون بده، یا نه یه تعدادی دارن فعالیت میکنن اگه به نتیجه رسید خب حالا بعدش مثلا ما هم بریم. من فقط میدونم حکومتی که نمیخواد دموکراسی باشه دست به سرکوب زنانش میزنه، چون بهترین راه برای پوسیده شدن مغز از بین بردن مغز یک ذهن یک زن هستش. بله. زنی که توانایی داشته باشه، زنی که ذهن داشته باشه، زنی که قدرت تفکر داشته باشه، مسلما بچه های با تفکری رو به جامعه تقدیم میکنه. اما زنی که مدام تحقیر شده باشه، ببینید مثلا توی زندان قرچک زنها مدام تحقیر میشن، این زن قراره برگرده به جامعه و برگرده به آغوش خانوادهش و چه بچه ای رو میخواد تحویل این جامعه بده؟ تمام دردهای ما این نیستش که مثلا خب حالا حاکم این شکلیه، جامعه اینجوریه، اقتصاد اینجوریه، فلان اینجوریه. ریشه رو باید نگاه کنی، ریشه در حال خراب شدنه و البته وقتی هم نگاه کنید میبینید که خود حکومت هم دست گذاشته رو ریشه، دقیقا دست گذاشته، یعنی هیچ اختلاسی رو نمیبینه، هیچ فسادی رو نمیبینه، اتفاق وحشتناکی رو نمیبینه.
صرفا گیر داده به خانمه که تحریک نکنه. این اصلا خجالت آورترین جمله‌ایه که میتونه یک حکومتی به زبونش بیاره که بگه زنهایی که مثلا حالا توی یه چنین پوششی هستن باعث تحریک مردم شدن. یعنی الان داره توهین میکنه به آقایون، که آقایون توهین میکنه به تمام جامعه، شعوری ندارن، هیچ شعوری ندارن و این آقایون نمیتونن جلوی قرارداد خودشونو بگیرن. و ایشون البته که یه چیز عرض کنم خدمتتون، هر شیرینی ببینن، هر شیرینی ببینن میرن هجوم میارن به اون شیرینی و دست پیدا کنن به اون شیرینی. بی تردید ترین چیزیه که میتونه یه حکومت مردها خیلی غیر مستقیم. البته اینو توجه داشته باشید، اینو توجه دارید که هیچ انسان روشنفکری، هیچ انسان آزادی مطلقا دنبال این مهملات نیست. این مهملاتی که انسان رو تا حد حیوان تقلیل میده مربوط به این حاکمینه که در واقع این همه فشار رو به زن تحمل به کل جامعه دارن توهین میکنن و حتما یک ذهن روان پریش میتواند این چنین انسان رو تا حد حیوان بیاره پایین که فرض کنید بگه که تو خودت را بپوشان برای اینکه دیگران تحریک میشن. این یعنی توهین آشکار به مقام انسان.